باغ قصه ها. توی روستایی نزدیک یک کوه بلند، باغ باصفایی بود پر از گلهای قشنگ. یه باغبون مهربون داشت که هر روز به گلای باغ رسیدگی میکرد. توی این باغ یه گربه چوغ و توپلی هم زندگی میکرد که با همه گلها و پرنده ها دوست و رفیق بود. این قسمت دوستی با حیوانات. یه روز گرم تابستونی که پیشل مثل بیشتر روزها حوصله‌اش سر رفته بود، همینطور که واسه خودش دراز کشیده بود زیر سایه گل آفتاب گردون، سعی میکرد همه باغ رو با چشماش بررسی کنه و یه چیزی یا یه کاری برای سرگرم کردن خودش پیدا کنه. هی این ور رو نگاه کرد، هی اون ور رو نگاه کرد، دید خیر هیچ خبری تو باغ نیست، همه گلا هم دارن چرت میزنن زیر آفتاب. همینجور که بی حوصله دراز کشیده بود، یه تیکه چوب از رو زمین برداشت و شروع کرد برای خودش نقاشی کردن روی زمین. یهو چشم پیشل افتاد به لونه مورچه ها. پیشل با خودش گفت این مورچه ها خسته نمیشن انقدر همیشه دارن کار میکنن، بهتره برم یه ذره سر به سرشون بذارم. چیه بابا همش کار کار کار؟ میاو. بعد با چوبی که تو دستش بود هی تو مسیر مورچه ها خط میکشید و مانع درست میکرد و کار مورچه های بیچاره رو سخت میکرد. مورچه ها با این که تو اون گرما حسابی خسته شده بودن و عرق می ریختن، اما دست از کار و تلاش نمی کشیدن و با زحمت راه خودشونو از روی تپه های خاکی و سنگریزه هایی که پیشل ریخته بود جلوی پاشون باز می کردن. پیشل دید که مورچه ها با این کاراش ناامید نمی شن. یه فکر بدی به ذهنش رسید. یه تیکه سنگ بزرگ برداشت و گذاشت روی لونه مورچه ها. بعدش با خودش گفت خب الان دیگه نمیتونم برن تو لونه شو. بعدم خندید و دوباره رفت تو سایه دراز کشید. مورچه‌های بیچاره که همین جوری هم حسابی خسته شده بودن، حالا مجبور بودن یه راه جدید برای خودشون باز کنن و تا شب کار کنن. پیشل کوچولو باز چشم چرخوند اطراف باغ تا ببینه دیگه چی کار میتونه بکنه واسه سرگرم شدن، که یهو نگاش افتاد به کندوی زنبورا روی درخت. دوباره چشماش برقی زد و از جا پرید. با چوبش رفت سراغ درخت.
پیشل چند بار هی با چوب زد به کندو، هی زد به کندو. زنبورا اولش اهمیت ندادن و به کارشون ادامه دادن، تا اینکه پیشل دیگه حسابی شورشو در آورد. زنبورا که خیلی عصبانی شده بودن افتادن دنبال پیشل. پیشل می دوید، زنبورا می دویدن. پیشل می دوید دور باغ، زنبورا می دویدن. آخرش هم پیشل مجبور شد برای اینکه زنبورا نیشش نزنن بره تو برکه آب. خلاصه پیشل که حسابی از این دویدن و فرار کردن خسته شده بود، رفت تو سایه دراز کشید. کم کم چشماش سنگین شد و خوابش برد. تو خواب دید که هی داره کوچولو و کوچولوتر میشه و گلا و پرنده ها و حشره های دیگه هی بزرگتر و بزرگتر میشن. یهو به خودش اومد، دید که مورچه ها و زنبورا با عصبانیت وایسادن بالای سرش. پیشل میخواست فرار کنه، اما مورچه ها جلوی پاش با چوب سد درست کردن. وقتی پیشل موفق شد فرار کنه تو لونش، دید که زنبورا دارن با چوب میان سراغ لونش، هی میکوبیدن به شیشه ها. پیشل که حسابی ترسیده بود، نفس نفس زنان از خواب بیدار شد. با خودش گفت این چه کار اشتباهی بود که من کردم؟ چرا به جای این که به این حیوانای بیچاره کمک کنم و باشون دوست باشم، انقدر اذیتشون کردم؟ پیشل یهو از جاش بلند شد و رفت سراغ لونه مورچه ها. سریع سنگو از روی لونهشون برداشت و گفت من معذرت میخوام، اشتباه کردم. بعد پیشل بدو بدو رفت سراغ کندوی زنبورا و بلند گفت ببخشید، منو ببخشید، نباید اذیتتون می کردم. زنبورا یه لبخندی زدن و سری تکون دادن، یعنی باشه می بخشیمت. فکر کنم پیشل دیگه یاد گرفت که نباید مزاحم هیچ موجود زنده‌ای بشه.